عناوین اصلی: خرابکاری رژیم در نماز جمعه، سخنرانی دختری که در 2 دقیقه امامان جمعه را از عدالت ساقط کرد. اصفهان در تسخیر ماشین‌ها و نیروهای یگانه ویژه. هشدار یک سپاهی به مزدوران خامنه‌ای: نان آغشته به خون مردم بی‌دفاع را به فرزندانتان ندهید. و توصیه بی‌شرمانه رئیس پلیس تهران به مردم: به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما بینندگان گرامی کانال خبری کیوسک. از اینکه بار دیگر همراه ما هستید سپاسگزاریم. لطفاً برای اینکه خبرها در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره این ویدیو رو لایک کنید. خرابکاری رژیم در نماز جمعه، سخنرانی دختری که در 2 دقیقه امامان جمعه را از عدالت ساقط کرد. در نماز جمعه تهران، سخنرانی یک دختر دانشجو پیش از خطبه ها و تکبیر گفتن نمازگزاران وقتی او علیه طرح صیانت گفت، باعث هیاهو در شبکه‌های اجتماعی شد. قاعدتاً جماعت شرکت کننده در نمازهای جمعه نزدیکترین پایگاه ایدئولوژیک به حاکمیت هستند، اما اینجا هم وقتی یک دانشجو علیه طرح صیانت موضع‌گیری می‌کند، با همراهی جمعیت مواجه می‌شود. ویدیو مربوط به بخشی از سخنرانی زهرا جوان، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران است. جهت روشن‌تر شدن بحث می‌توان طرح صیانت را از نظر گذراند. مسئله‌ای در فضای مجلس بیان و موجب برانگیختن مخالفت عمومی نسبت به آن می‌شود و انتقادات و اعتراضات بسیاری نسبت به آن مطرح می‌گردد. به نظر می‌رسد در دید افکار عمومی انتظارات و نقدهای مطرح شده نسبت به لایحه اعتراضات درستی است و معدود جواب‌ها و اقناع‌هایی که از سوی مجلس اتفاق می‌افتد در نظر مردم به هیچ وجه منطقی نیست. این در حالی است که زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد از سوی مسئولین پاسخ قانع کننده داده نمی شود و حتی اگر پاسخی وجود ندارد در اتخاذ آن رویه تجدید نظر صورت نمی گیرد. بنابراین این رویه موجب شگیری چهره‌ای بی‌منطق از حاکمیت در اذهان عمومی می شود، چهره‌ای که برخورد او با مسائل برخوردی لجوجانه است و هیچ تلاشی جهت اصلاح امور نمی کند. یا در موردی دیگر می توان به مردم امام جمعه ای را می‌خواهند که نماینده آنان و انعکاس دهنده مطالبات و مشکلاتشان باشد، نه امام جمعه ای که به عنوان نماینده حاکمیت در نماز جمعه به بیان احکام و اشاره‌ای کوتاه به برخی مسائل روز بپردازد. مردم امام جمعه ای همدل و همراه می‌خواهند که بتواند صدای رسای مردم در تریبون نماز جمعه بوده و مسئولین امر را وادار به پاسخگویی و پیگیری کند. اگر امروز از دست رفتن مرجعیت فکری ائمه جمعه را متذکر می شویم، ناشی از همین فاصله گیری از نقش نماینده مردم بودن و پیشروی به سمت نماینده حاکمیت بودن است. تا زمانی که نماز جمعه تبدیل به تریبون مردمی نشود و مرجعیت فکری نماز جمعه و ائمه جمعه در اذهان عمومی بازسازی نخواهد شد. روی کردی که انتظار می‌رفت در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در مدت اخیر پیگیری شود و تأملی جدی نسبت به مرجعیت فکری ائمه جمعه صورت گیرد، متأسفانه مقفول ماند و حتی در صورت تلاش برای این امر نتیجه آن ملموس نبود. اصفهان در تسخیر ماشین‌ها و نیروهای یگانه ویژه. شهروندان اصفهانی از جو شدید امنیتی در اصفهان و اختلال در اینترنت در بسیاری از نقاط شهر خبر می‌دهند. تصاویر نشان می‌دهند در خیابان‌های منتهی به پل خاجو فقط ماشین‌ها و نیروهای یگانه ویژه تردد می‌کنند. تجمع هفته گذشته مردم اصفهان در همراهی با کشاورزان اصفهانی که به بحران آب و از دست دادن زمین‌هایشان اعتراض دارند، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی همراه بود. استفاده نیروهای امنیتی از تفنگ‌های ساچمه‌ای برای سرکوب معترضان با اعتراضات گسترده همراه بوده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که حدود 40 نفر در اعتراض‌های اصفهان دست کم یک چشمشان را بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از دست دادند. فعالان حقوق بشر در همبستگی با اعتراضات اصفهان و سرکوب با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای تصاویری با یک چشم بسته از خودشان در فضای مجازی منتشر کردند. دیروز 2 ویدیو در شبکه‌های مجازی پخش شد درباره وعده‌های خامنه‌ای برای دوران رهبریش با آنچه بر سر کشاورزان اصفهانی آورد.
اون چه در جامعه ما در گوشه و کنارگاهی اتفاق می افتد، کسانی جمع می شوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان اونها می افتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمی گیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه ای نمی تواند تا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. این که کسانی بخواهند به شیوه هایی مترسل بشوند، به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمیتوانه فضای آزاد رو استنشاق کنه، گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خود اونها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است، متعلق به عموم ملت هست و همه میتوانند از اون استفاده کنند. خط امام، خط آزادی های اساسی در جامعه. و دقیقا یک سال بعد صحبت‌های یکی از جنایتکارترین عوامل رژیم، لاجوردی، دادستان وقت تهران. هر کس در تظاهرات شرکت کند را بلافاصله اعدام می‌کنیم. اگر کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم، خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم و باید بدونند کسانی که در این تظاهرات شرکت میکنند کیفری جز مرگ نخواهند داشت. هشدار یک سپاهی به مزدوران خامنه ای: نان آغشته به خون مردم بیدفاع را به فرزندانتان ندهید. سردار جلال مدبر، یکی از سرداران قدیمی سپاه پاسداران، در پیامی ویدیویی در حالی که یک چشم خود را در حمایت از معترضان مجروح اصفهانی بسته، با هشدار به نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای درباره عواقب سرکوب مردم گفت: تفنگ‌های خود را زمین بگذارید، آنچه که بر سر سفره زن و فرزند خود می‌برید لقمه حرامی است که در خون مردم بی‌دفاع زده‌اید. وی با اشاره غیر مستقیم به یکی از سخنان خامنه‌ای خطاب به سرکوبگران افزود: به شما هشدار می‌دهم که به قول خودش، یعنی علی خامنه‌ای، دوران بزن در رو تمام شده است. بزنید می‌خورید، آن هم چند برابر. آقای مدبر در بخش دیگری از سخنان خود خواهان پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به صفوف مردم و خودداری از سرکوب معترضان شد و تاکید کرد دفاع از خود حق مسلم هر انسانی است و مردم هم حق دارند در مقابل ظلم و ستم بایستند. همچنین قصاص حق شرعی مردم است. در مقابل چشمی که از آنها گرفتید، باید چشم شما را بگیرند. بسم الله قاسم الجبارین. به نام خداوند در هم کوبنده ظالمان و ستمگران. سلام بر مردمان شریف و مظلوم ایران، بر تشنه لبان اصفهان و یزد و کرمان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان و تمامی گرسنگان کشورم و با عرض تسلیت به زاینده رود. ای سپاهیان و بسیجیان و نیروهای انتظامی و امنیتی، تفنگ‌هایتان را بر زمین بگذارید. شما مأمور حفظ جان مردمی هستید که حقوق شما را تأمین می‌کنند. شما مسئول هستید. شما مسئول دفاع از ملت مصیبت زده و گرسنه و تشنه ایران هستید و هرگز با شلیک بر قلب و چشم
پیر و جوان و کودک و زن و بچه بی سلاح این سرزمین نمی توانید بگویید معذور هستید. آنچه بر سر سفره زن و بچه‌ات می بری لقمه حرامی است که در خون مردم بی دفاع زده ای. به شما هشدار می دهم که به قول خودش دوران بزن و در رو تمام شده. بزنید می خورید. اون هم چند برابر. دفاع از خود حق مسلم هر انسانی است. مردم هم در مقابل ظلم و ستم و گلوله حق دفاع دارند و مطابق آیه 45 سوره مبارک مائده و کلام الهی حق قصاص دارند و این حق شرعی ملت است. در مقابل چشمی که از آنها میگیرید چشم شما را بگیرند. بینی در برابر بینی، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، و اگر جانی بگیرید آنها هم حق دارند جانتون را بگیرند. و این است فرمان قاطع الهی. و مطمئن باشید و منتظر که اگر به اعمال جنایتکارانه خود ادامه دهید این ملت است که به شما حمله بر خواهد شد و نه دیگر دفاع. بله، دیگر دوران بزن در را تمام شده. 43 سال زدید و کشتید و زندان و شکنجه و اعدام کردید و مردم مظلومانه و نجیبانه و بالاجبار تحمل کردند. ولی دیگر تمام شده. دیگر دوران بزن و در را تمام شده. بزنید میخورید اون هم چند برابر. شما در مقابل مردم و خداوند مسئول هستید. پس به سوی مردم بازگردید. مردم را نزنید. مردم را نکشید. تمرد کنید. سرپیچی کنید. هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اصلا علناً به همگان اعلام کنید که دیگر نمیخواهید نان حرام و آغشته به خون مردم را بخورید و استعفا بدهید. شما کارت مالی خود را اعلام کنید. همین مردم با دل و جان حقوق شما را و حتی بیشتر تأمین خواهند کرد. نگران آینده خود نباشید. خداوند و مردم پشتیبان شما هستند. و هشداری به علما و آیت الله ها و طلبه ها. چرا سکوت کردید و چرا لال شدید؟ آیا روزه سکوت گرفته اید؟ مگر نه اینکه شما از دسترنج همین مردم مظلوم و مصیبت زده گرسنه و تشنه ارتزاق می کنید؟ پس چرا به جای دفاع از مظلومیت ایشان ظالمان را حمایت کرده و سکوت نمودید؟ آیا فکر نمی کنید به زودی بایستی جوابگوی ملت باشید؟ آخرت هم که به جای خود. اگر هم حاکمیت از شما و بیت شما آتو و نقطه ضعفی داشته باشد، به محض آنکه بر علیه ظالم قیام کنید و در سمت مردم بایستید، مردم با آغوش باز و احترام پذیرای شما خواهند بود و خداوند هم توبه پذیر. مجدداً به تمامی نیروهای سرکوبگر هشدار می‌دهم که به خود آیید و به آغوش ملت بازگردید، چون دوران بزن و در را تمام شده. بزنید می‌خورید اون هم چند برابر. سید جلال مدبر از اعضای تشکیل دهنده سپاه پاسداران که به توفیق الهی از همان ماهای نخست متوجه ماهیت ضد مردمی و ضد دینی این حکومت شدم و از سپاه بیرون آمدم. 12 آذر سال 1400. و توصیه بی‌شرمانه رئیس پلیس تهران به مردم. رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه برخی از سارقان سنشان از 18 سال هم پایین‌تر است گفت توصیه ما به مردم این است که
اگر دوچار کیف قاپی شدند به هیچ عنوان مقاومت نکنند، چرا که امکان دارد مورد حمله شدید سارق قرار بگیرند. جلیل موقوفه‌ای روز شنبه 13 آذر 1400 گفت که حواسمان باشد تا در دفاع از خود و دیگران نباید از چارچوب قانون خارج شویم و نباید اقدامی خشن‌تر و خطرناک‌تر علیه اقدامی که سارق در هنگام سرقت انجام داده انجام دهیم و به او آسیب برسانیم تا در ادامه به دردسر نیفتیم. این اظهارات در واقع چراغ سبزی بی سابقه به کیف قاپان است. در واقع حتی اگر برای دفاع از خود به کیف قاپ آسیب بزنیم، به قول رئیس پلیس برای خودمان دردسر درست کرده ایم. بنا به اظهارات رئیس پلیس پیشگیری تهران، در حال حاضر وقوع موبایل قاپی بیشتر از کیف قاپی است. بر اساس این گزارش در 8 ماهه نخست امسال کیف قاپی 2% افزایش سرقت داشته و در بحث کشف جرم در این زمینه 7% افزایش کشفیات صورت گرفته است. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم.